زیر هر خیمه این اردوگاه داستان کسانی نهفته است که از ترس گروه دولت اسلامی گریختند. اردوگاه بردارش 30 کیلومتری موسل. ساکنان اینجا هم بیشتر از همان شهرند. عمر همراه همسر و خواهرش مجبور به فرار شدند. شیعه بودن مادر و همسرش زندگی در خلافت داعشیان را ناممکن کرده بود. از همون اول چندین بار در خونمون اومدن. ازم پرسیدن تو نماز رو چجوری میخونی؟ گفتم من از وقتی ازدواج کردم شیعه بودن رو ترک کردم و نماز رو مثل سنی ها میخونم. گفتم بخشی از خانوادم هم ترکیه هستن و اونا هم سنی هستن. اما قبول نکردن. گفتن نه. باید بیای قسم بخوری که شیعه نیستی و سنی شدی. باید همه این مدارک شناسنامه و ازدواجت هم عوض بشه. این کار رو نکنی میکشیمت. من تو مسجد نماز میخوندم که همسایه‌مون بهم زنگ زد و گفت که دولت اسلامی اومدن مادر و برادرتو بردن. تو هم نیا خونه و فرار کن. یکی از داعشیا که اتفاقا یه زمانی دوستم بود بهم زنگ زد و گفت که مادرتو گرفتیم. یا باید اون و زنت سنی بشن یا اینکه میکشیمشون. منم رفتم زنم و خواهرم اینا رو برداشتم و فرار کردیم. بعد فهمیدم که مادرم رو آزاد کردن اما از ترسمون نتونستیم از هم خبر بگیریم. حیف، ما اصلا قبلا مشکل شیعه و سنی نداشتیم. اما ترس از داعش تنها دلیل فرار ساکنان موسل نیست. حسن و خانواده‌اش را درد نان به اینجا آورده. تو موسل دیگه نه کار هست، نه امکان امرار معاش، نه خوراک و آب درست و حسابی. مواد خوراکی کم شده، برق همش قطع میشه. کارم فقط برای کسایی هست که با داعش هم دست باشن. منم هم دیگه دیدم با این همه بچه نمیتونیم اونجا دووم بیاریم و تصمیم گرفتیم که فرار کنیم. خروج از شهر خیلی هم ساده نیست. تو خروجی شهر نگهمون داشتن. از من و زنم یه عالمه سوال پرسیدن. براشون مهم بود بدونن ما رابطه با ارتش عراق یا پیشمرگه داریم یا نه. البته ما نگفتیم میخوایم فرار کنیم. گفتیم برمیگردیم. تو ماشین یه زن مسن مسیحی هم بود. بهش گفتن نرو، به جاش مسلمون شو، وگرنه باید بمیری. گفت میمیرم اما نمیشم. همون ترسیده بودیم. اولش نمیخواستن بذارن بریم، اما بعد از 3 ساعت نمیدونم چی شد گفتن برید. هم یه جعل کرکوب هی چارت مسیحیه. بیشتر کسانی که اینجا هستند هنوز خویشاوندانی در موسل دارند. اکنون هم که داعش شبکه‌های تلفن را قطع کرده، تماس خانواده ها با هم ناممکن شده. محمد دوربین ما را تنها راه برای سلام رساندن به دو دخترش میبیند که به خاطر همسرانشان هنوز در موسل مانده اند. هرچند گریه امانش نمیدهد. آوارگی یا اسارت. کسانی که اینجا هستند میگویند بیشتر مردمان موسل میان این دو ماندند. رفتن یا ماندن. نفیسه کوهنورد، BBC، اردوگاه بردارش.